بینندگان گرامی یو اس ایران تیوی، عزه بید که از تهران بزرگ با هوای گرم و آفتابی به شما سلام کنم و روز بخیر بگم به هم میهنانم در اون سوی آبها. من جلیل مرتضوی هستم. امروز چهارشنبه 29 تیر 1401 و برابر است با 20 جولای 2022 میلادی. امیدوارم در هر جای جهان بر وسیله که ما رو میبینید و یا صدای ما رو میشنوید حال همه شما عزیزان خوب باشه و با خیال راحت و در سلامتی کامل این برنامه را همراهی میکنید. دوستان گرامی، از استودیوی بازگشت میدیا با شما صحبت میکنم. بعضی از دوستان میگن که آقا این برنامه هاتو به ما بگو که چه روزهایی پخش میشه. بعضی از دوستان فکر کنم یه مقدار قاطی کردن، برنامه های ما زنده نیستش، داریم روش کار میکنیم، بلکه به وسیله داشتن اینترنت قوی بتونیم زنده، سعی کردیم زنده مون تا فریز میشه. بنابراین ما برنامه رو ضبط میکنیم، امیدوارانه نوتیفیکیشن به شما میرسه. حالا ممکنه اون روز برنامه رو نبینید روز بعد، ولی زنده برنامه نیستش که دوستا بیان شرکت کنه. من از دوستا خواستم اونایی که در ارتباط با برنامه ها و موضوع برنامه ها مطلبی دارن میتونن فایل صوتی بفرستن، ویدیو بفرستن، هرچی که خودشون ضبط میکنن و حرفی برای گفتن دارن برای من بفرستید، با کمال میل در برنامه بعد پخش کنم. و به همین خاطر شاید دوستا قاطی کردن که چرا اونها همون روز برنامه را نمیتونن دنبال کنن، دلیلش هم اینه. به هر حال ممنونم از توجهتون، از اینکه به این برنامه لطف دارید و از همه اینا مهمتر از این همه پیام های مهرآمیزی که برای ما فرستادید. شما عزیزان واقعا چقدر محبت دارید، سپاسگزار یکایک شما هستم. و اما دوستان، از دیروز به این ور سفر آقای پوتین رئیس جمهور روسیه به تهران، سفر آقای اردوغان رئیس جمهور ترکیه به تهران و سفر وزیر خارجه سوریه، به هر حال یک بازتاب فوق‌العاده مهم در سراسر جهان پیدا کرده، هم از طرف مخالفان ایران و هم از طریق اونایی که برنامه ها را به طور سیستماتیک دنبال می کنن. من امروز صبح 4 صبح که بیدار شدم، روزنامه های امریکا، اروپا را ورق می زدم، روزنامه انگلیسی زبان، دیدم روزنامه وجود نداره که راجع به این مطلب ننوشته باشه. و اهمیت این دیدار و سمینار در شرایطی انجام گرفته که خیلی ها می گفتن خب ایران تحریم و آیسله هستش، روسیه هم تحریم و آیسله هستش، اردوغان هم که این همه این برانور می پره اونم به هر حال نمی تونه کاری بکنه. ولی یه دفعه دیدن که همه اینها اومدن تهران، کنفرانسی تشکیل دادن، حرفهایی زدن، قراردادهای مهم تجاری با ایران بستن، این خیلی ها را واقعا نگران کرده، به ویژه صهیونیستا را، چون اونا انتظارشون غیر از این بود. و همه اینا هم که بر اثر سفری که پرزیدنت بایدن کرده بود به اسرائیل و عربستان، روزنامه ها می گفتن که اونها با این امید که یک محور ضد ایرانی درست کردن با همکاری عربستان، اسرائیل و شاید ناتوی عربی، اینا که عربا اصلا گفتن یه همچیزی وجود نداره، ولی خب صهیونیست‌ها سعیشون رو می کردن و در همونجا هم سعی می کردن که به گونه ای به آقای بایدن فشار بیارن که حرفایی بر علیه ایران بزنه. ولی آقای بایدن در همین صحبتهایی که کرده اکتفا کرد بر این که آره، ما تمام تلاشمون رو خواهیم گذاشت که ایران به بمب اتم دسترسی پیدا نکنه
و اسرائیلی ها اصرار داشتن که این کافی نیست، که باید یه چیزی دیگه هم باشه و اون هم باید گزینه نظامی باشه، که آقای بایدن زیر بار این قضیه نمی رفت و دلیلم داشت برای خودش، چون اسرائیلی ها که کاری نمیتونن بکنن در موقع، اگر ایران واقعا میخواد برای بمب اتم، مصاحبه کمال خرازی رو هم که شنیدید در شبکه الجزیره، گفتارش که ما تکنیکشو داریم، اگر مسئولین ایران تصمیم بگیرن بمب هم میتونیم بسازیم. ولی موضوع این که مسئولین ایران تصمیم نگرفتن، آیت الله خامنه ای میگه اصلا این حرامه و نیازی ما به بمب اتم نداریم. حالا خیلی جالبه که دوستان مقاله خوندم، این خیلی جالبه و خیلی هم نظر من جلب کرد، علاوه بر همین خبرهایی که در ارتباط با دیدار آقای پوتین و آقای اردوغان به طور جداگانه با آیت الله خامنه ای و همچنین دیدار اونها، کنفرانس مطبوعاتی همراه با آقای رئیسی رئیس جمهور ایران، این باستاب عجیب و غریب پیدا کردید که رابرت مالی بلافاصله یه مصاحبه انجام داد در سی ان ان. رابرت مالی رئیس هیئت مذاکره کننده برجام و که در حقیقت مسئول دسک ایران در وزارت خارجه هم هستش، رابرت مالی در این مصاحبه چیزی تازه واقعا نداشت بگه، ولی یه نکته ای رو اشاره کرد و این خیلی جالبه. میگه که آره، ایران باید تصمیم بگیره که آیا میخواد با دنیای آزاد کار کنه مثل امریکا و اروپا و اینا، یا اینکه با روسیه که منزوی هستش و زیر تحریم و این تشکیلات. خب آقای مالی خودش در سنا الان چیزایی هست دیگه، اون نشستی که با کمیته خارجی سنا داشت، همه اینا رو به سناتورام داشت میگفت که آقا ما با اینها یه قرارداد خوب برجام بسته بودیم، متاسفانه دولت بعدی یعنی ترامپ اومد تمام معادله ها رو به هم زد، از برجام اومد بیرون و پرید بالا پایین که آره من یه کاری میکنم ایران به زانو در میاد و اله میکنه بله میکنه. خود رابرت مالی هم گفت ما هم آرزومون این بود که بشه، ولی دیدیم درست برعکس بود، فشار حداکثری ترامپ باعث فشار شکستگی ما بود. رابرت مالی اینو تو سنا گفت، حالا امروز داره میگه که ایران باید ایران خب تصمیمشو گرفته بود و این کارو کرد، که خود رابرت مالی هم جزء هیئت بوده زمانی آقای اوباما امضا کرد. و من خودم دوستان میخوام که شفاف باشه، خودم یکی از طرفداران برجام بودم و هستم و دلیلش هم به شما گفتم. من اون موقع از دست آقای جلیلی خیلی ناراحت میشدم، بعضی موقع مثلا میرفت تو این مذاکره، اون موقع رئیس هیئت مذاکره کننده بود فکر کنم در زمان آقای احمدی نژاد، حتی ویلیام برن که اون موقع معاون وزیر خارجه بود چندین بار سعی کرد که با آقای جلیلی صحبت کنه، دم در اتاق آقای جلیلی وامیستاد که بلکه اونا تنها گیر بیاره وقتی میاد بیرون. آقای جلیلی زیر بار اونا نرفت. من میگفتم بابا جان چرا نمیده مذاکره، چرا میده حرفتو بزنی مستقیم که بگو آقا داستان ما اینه، خواسته های ما اینه، میتونید، احتیاجی نیستش که قایم موشک. خب به هر حال آقای خامنه ای در یه جا تصمیم گرفتش که آقا خیلی خوب، اگه شما فکر میکنید میتونید با امریکای قرارداد ببندید، برید داستان خودتون میدونید، به همه هم میدونم. خب به هر حال هیئت ایرانی رفت برجام رو امضا کرد، همه امیدوار بودن. خب ایران که فعالیت های اتمیشو گذاشت کنار و خیلی چیزای دیگه، و اتفاقا بعدم نبود، ولی ایران تمام عهدشو بنا به گزارشایی که از آژانس بین‌المللی همه دارن، نوشته هاش هم هست، که ایران تمام قراردادها رو مو به مو عمل کرد، انجام داد. امریکایی اومدن زدن زیرش، از بچه‌ها اومدن. خب آقای مالی
این اشتباه شما بود، آیا ایران برای اشتباه شما باید بپردازه یا شما باید بپردازید؟ پس هیچکی، ببین برجام خوبیش اینه دوستان، من بارها گفتم و باور دارم، برجام یه کاری کرد، ایران الان در دنیا سربلنده. اینا که میگفتم نه ایران یه کشور یاغیه، کشور تروریستیه، نمیخواد، حالا هم دنبال بمب و فلان، وقتی برجام رو امضا کرد دیگه از این حرفا نمیتونستم بزنم. هر جام از این حرفا میزنم بقیه میخندن، گفتم آقا ایران که کارش انجام داد، خیلی هم خوب و عالی. حالا رابرت مالی میگه که ایران باید تصمیم بگیره که با دنیای آزاد کار کنه یا با یه کشور ایسله شده زیر تحریم مثل روسیه. خب شما وقتی میایید یه محوری رو درست میکنید، محور عربی رو نمیدونم ناتو عربی رو نمیدونم عربستان رو میاردین، همه این داستانا را، خب ایران هم بلا فاصله یه محور مقاومت دیگه، روسیه، ترکیه، حالا اسرائیلی نوشته بودن بلاروس و نمیدونم کره شمالی و کیو کیو همه توی این محور هستن. بنابراین این شما بودید که کار خراب کردید. الان هم ایران هم به شما میگه آقا تحریما رو بردارید، برگردیم به برجام، ما بلافاصله امضا میکنیم. حالا شما میخواهید که یه جور دور بزنید، دوباره یه چیز دیگه بگید که نمیشه. اینو ایران ثابت کرد و من از این بابت خوشحالم که ایران اون قرارداد برجام رو امضا کرد. حالا کم و کاستی شد، چقدر گیر ما اومد، چقدر نیومد، اونا به جای خودش، حالا من که اونا رو کاری ندارم، ولی موضوع این که ایران رو کسی نمیتونه دیگه ایراد بگیره چرا این کار رو بکنید. و الان هم که پوتین اومدن میگه آقا ما خودمون اینجا منطقه ماست، برای خودمون میتونیم تصمیم بگیریم. الان اسرائیلی ها شدیدن نگرانن که روسیه با ایران و ترکیه داره همکاری میکنه، دست اونها را در سوریه خواهد بست. این یکی از نگرانی های اصلی شد. در همین رابطه که اسرائیلی ها شدیدن روی ایران دارن، یعنی هم توی امریکا دارن شدیدن کار میکنن که امریکا را وادار به جنگ بکنن. یکی از دوستا یک کلیپی فرستاده، این مالی امریکایی هست دیگه دوستا، به من حالا فوش ندید، ایران ستیزا خیلی چپراز فوش میدن تو چرا اینو گفتی نمیدونم فلان. آقا شما اگر واقعا یه چیزی حالیتونه برید مطالعه کنید، ببین روزنامه های خود کشورهای غربی چی می نویسن. اینم گفته های این امریکایی ها، گوش کنید. Here was his blunt response regarding taking the IRGC off the State Department's foreign terrorist organizations list. Are you committed to keep the IRGC on the foreign terrorist organization list, even if that means that kills the deal? Yes. Mm-hmm. Now, it doesn't matter how hawkish Biden's answers might be, because the leadership in Israel, the leader of Israel, not happy about this, okay? He would like to see more. So let's talk about Israeli Prime Minister Yair Lapid, who immediately contradicted Biden after Biden said, quote, I made it absolutely clear, we will not, let me say again, we will not allow Iran to acquire nuclear weapons. And he followed that with, I continue to believe diplomacy is the best way to achieve this outcome. Lapid not interested in the diplomacy aspect of this. He wants a much more hawkish military approach. And he says, quote, words will not stop them, Mr. President. Diplomacy will not stop them, he said. The only way to stop them is to put a credible military threat on the table. Well, good luck to you. The United States should not be involved in that. You want us to fight your war? They, by the way, you're escalating for no reason. So I'm supposed to work as hard as I do. All these Americans all across this country have to work as hard as they do to fund Israel's war against Iran when there is a diplomatic solution. Not interested, not interested. Yeah, so Biden of course is a weak loser. So he goes and kisses Lapid's ass and says, okay, I'll try to start the war for you. I promise. Now you might say, oh, well that seems strong. Cenk, what do you mean try to start a war? Do you know that this the Revolutionary Guard being on the terrorist list, you know who did that? Donald Trump. Why would you continue Donald Trump's policies? I thought we voted against Donald Trump, right?
And do you know that that group already has tons of sanctions on it? Putting it on the terrorist watch list only adds a little bit of extra sanctions on it. It's mainly symbolic. So he's saying, I'm willing to go to war, and if they have nukes, I'm willing to attack them and maybe have a nuclear war over a symbolic thing that doesn't mean a goddamn thing that Trump put into place. Yeah. Okay, why? To satisfy his boss, the Israeli prime minister. And what does the Israeli prime minister do? خب دوستان خودتون دیگه زیرنویسا رو دارین. به طور کلی همین امریکایی‌ها دارن میگن. میگه آقا ما باید هزینه جنگ ایران رو بدیم برای اسرائیلی‌ها. میگه این کافی نیست. اسرائیلی‌ها میگن که امریکایی‌ها برن بجنگن. چرا؟ برای اینکه اونا علاقه‌ای به مسائل دیپلماسی ندارن. میخوان که همه چی رو با جنگ تمومش کنن. به نفع اسرائیل دیگه نمیدونم اون دیگه تموم شد اون دوران جنگ و منگ و اینا. ایران این توانایی داره از خودش دفاع کنه در هر زمینه‌ای که باشه. ایران برجام امضا کرده، به دنیا ثابت کرده که اهل عمل، اهل مذاکره هستش و تمام این چیزها را دیگه کسی در دنیا نیستش که خریدار باشه. حالا اسرائیل یه چیزی بخوان اینا، و الان هم با اومدن پوتین و اردوغان اینا نگرانن که بله این گروه داره با هم کار میکنه. قراردادهای مهم نفتی حالا امضا کردن و از طرفی دیگه میگه چین هم جز این محوره. خب بابا جون این شما هستید که نمیخواستید، این شما هست. حالا خیلی جالبی دوستان یه مقاله خوندم، دارم میخواد شما این مقاله رو برین خودتون بخونین. روزنامه وال استریت جورنال روز دوشنبه، یعنی پریروز میشه 18، آره یه دیروز 19، یاره دوشنبه 18 جولای 2022، یکی از معروفترین ستون نویس روزنامه وال استریت جورنال، شخصی به نام والتر راسل رید در روزنامه وال استریت جورنال میگه که سیاست های مخرب و غلط امریکا باعث به هم ریختن دنیا شده. ایشون خودش محافظه‌کار ها، جز جمهوری‌خواها، ستون نویس وال استریت جورنال، میگه که آقای بایدن در سفری که به عربستان کرد در اونجا یک چیزی گفت که باید سیاستمدارای ما این مسئله را درست بفهمند. آقای بایدن گفتش که ما تا زمانی که مشکل رو نفهمیم نمیتونیم برای راه حلش یه کاری بکنیم. اول باید بدونیم مشکل ما چیه. والتر راسل رید میگه که ما بعد از یعنی در اوایل این قرن 22 سال پیش، چون اتحاد شوروی از بین رفته بود، خودمون را اول قدرت جهان بی برو برگر می دونستیم، هم قدرت نظامی و هم از نظر سیاست لیبرال، فکر کردیم همه چی روئین، دنیا هم داره کارش انجام میده، همه دیگه هر چی ما میگیم باید انجام بدن. یک، ما قدرت سخت رو داریم. دوم، سیاست لیبرال رو داریم برای آزادی تجارت و اینجور چیزا. گفت ولی دور از همه اینها ما واقعا نمیدونستیم که چقدر دنیا با همین سیاست موافقه. میگه وقتی امریکا در افغانستان شکست خورد باید همونجا بازنگری انجام میگرفت. اینا رو والتر رید داره میگه در وال استریت جورنال. دوستان میگه که قدرت سخت به اندازه کافی نیست، درست داشتنش خوبه، ولی باید سیاست درست هم داشته باشی در ادامه راهتون. و والتر راسل رید در این مقاله اشاره میکنه که متاسفانه امریکا اون دوران قدرتمند خودش از دست داده، چون فکر درست از دست داده و به دنبال راه حل خوبم نگشته. بهتره که از حالا یه راه حل پیدا کنیم و کشورهای جهانم اینو میدونه، این مشکل ماست. آقای بایدن فهمیده، حالا باید چاره اندیشی بشه. خب نشون میده که دوستان
در حال حاضر موقعیت ایران بسیار خوبه. هر کسی که به شما میگه ایران درمونده است و همین رسانه های ایران سیتیز رو دنبال کنین دیگه، میگن آره ایران رفته با یک کشوری مثل روسیه، اونام تحریمن لن بلن. خب فعلا همه تحریم باشه، بالاخره دوستا تحریم ها، اونایی که دنبال تحریمن، همقطارهای تحریم خودشون با هم که جلسه میبندن به دنبال راه حلش هم هستن و ایران این موقعیت رو داره و ایران تو منطقه حرف اول رو میزنه. این مهم، حالا هر کی هر چی میخواد بگه. یکی از ویژگی های کار ایران، من همیشه گفتم خیلی از ایران دوستا اینو میدونن، حالا الان در حال حاضر هر تصمیمی که گرفته میشه، چه درست چه غلط فرقی نمیکنه، همه اینا در تهران گرفته میشه. این فکر کنم باعث سرفرازی هر ایرانی باید باشه. همه ما دوستان مطالب اینقدر زیاده در مورد همین سفر آقای پوتین و اردوغان به تهران، حالا انشالله در برنامه آینده بیشتر راجع به این صحبت خواهم کرد. به هر حال سپاسگزارم از توجهتون به این برنامه، از حمایتتون و سپاسگزارم از همه شما عزیزان که با ما در تماس هستید و از اینکه ما را مورد مهر و محبت خودتون قرار میدید صمیمانه سپاسگزارم. و این برنامه همیشه باعث نگرانی ایران ستیزا هست که ما در مورد دیگه نمیتونیم کاری بکنیم. تا برنامه بعد همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار نگهدار شما باد.